سلام، های، چطورید؟ با یه ویدیو دیگه با من خوش اومدید. من سباست و به چنل یوتیوب من خوش اومدید. تو کاملا سبکش با بقیه ویدیو فرق میکنه. کاملا. خب اصلا این ویدیو درباره چیه؟ همینجور که از تاپیک این ویدیو مشخصه، این ویدیو درباره اینه که چرا فکر میکنیم که زشتیم. شده هم در کودکان، نوجوانان، بزرگسالان، همه شده که بریم جلوی آینه و به خودمون بگیم که من چرا زشتم. خب توی این ویدیو من میخوام بگم که چرا به خصوص سن نوجوانا این درصدی که آدم فکر میکنه خیلی زشتن خیلی بیشتره. حالا میخوام چند تا دلیلاشونو بهت بگم که دو تا دلیلش خیلی اساسیه و شروع میکنیم. خب من که اصلا خوشگلی، من خواستم اول یه تعریفی از خوشگلی بگم که اصلا خوشگلی چیه. ما یک معیارهای خیلی خاص برای خوشگلی نداریم، یعنی بگیم اگه کسی فلان باشه خوشگله، ما اینو نداریم. خوشگلی یه چیز سلیقه‌ایه، یعنی من شخصه به نظرم آدمایی که چششون رنگیه خوشگلن، یه چیز سلیقه‌ایه، یعنی به سلیقه بستگی داره، نه معیارهایی که بگی وای طرف اگه فلان باشه بیسار باشه خوشگله. خب من یه تا دلایلشو براتون اینجا نوشتم، حالا ازش میخونم و یعنی میخونم و توضیح میدم و آره دیگه. خب اول و دلیل اصلیش که من الان درباره نوجوانا رو میگم، تیک تاک. آقا تیک تاک یه برنامه‌ایه که من منظورم کل همه چی تیک تاک نیستا. خب من خودم یکی از سرگرمی های مهم، یعنی کاملا اینجوری که قبل از اینکه بخوابم میرم تیک تاک، بعد میتونم بخوابم، ولی آره متاسفانه تیک تاک. من منظورم تیک تاک مثل چیزای غذا یا مثلا بعضی از چیزای آموزشیش اینا نیست، منظورم همه چیش نیست، منظورم یه چالش های زیباییه، منظورم اوناست. منظورم مثل غذا، کیک درست کردن، کارتی درست کردن، چیزایی درست کردن که خودش شخص توش واضح نیست، نه. و اون چیز اصلی هم که من الان میخوام دربارش صحبت کنم، این چیز اساسیش که مال خب مشکل تیک تاکه، من چیز اساسی که الان میخوام دربارش صحبت کنم اون چالش های به خصوص درباره زیباییه. حالا چی؟ مثلا یه چالش های توی تیک تاک هست، یعنی و بود و هست، که مثال میزنم براتون. میگفت که اگه بخندی و 8 دندون تا 10 دندون مشخص باشه تو خوشگلی. You have 8 or 10 teeth showing on smiling. Wide smiles include. یه کی درست کرده؟ اینجوری میکردی و اینجوری میکردی که اگه لبت میخورد به انگشت تو جذابی. چی بود که اینجوری صورت تو اینجوری هی تقارن میکرد و بهت میگفت اگه تقارن داشته باشی تو زیبایی؟ آره چالش هایی مثل این من منظورمه، که خیلی نمونه های دیگه هم داره و خیلی چیزای چرتی هم. آره و این یکی از چیزایی که اصلا آدما خب مثلا شده که آدما حتی اونایی که مثلا چیزی توی تیک تاک پست نمیکنن، شده که تو بری اینو با گوشید انجام بدی و خودت فقط خودت میبینی و میبینی که اوکی مثلا تقارن دو طرف صورت نداری و تو بعد بهت یه حس بد دست میده که من چرا همچین جوریم، یعنی من جذاب نیستم، من خوشگل نیستم، من زشتم. آدم همچین حسایی بهش دست میده، مثل این نمونه هایی که دارید میبینیم، همچین چالش هایی رو درست میکنن، خود کسایی که در از تیک تاک استفاده میکنن یه این چالش ها رو درست میکنن و بعد مردم اینو انجام میدن و بعد اگه تقارن نداشتن، اگه لبشون نرسید، اگه خندشون هشت دندون من لب، اینا باعث میشه که آدم اعتماد به نفسش بریزه، احساس کنه که زشته. همین تیک تاک، اصلا آیا میدونستید که تیک تاک یه چیزی داره به اسم الگوریتم تیک تاک، الگوریتم زیبایی تیک تاک؟ اصلا چی هست؟ یعنی من یه جا خوندمش بعد اصلا دربارش تحقیق کردم و دیدم واقعیه. یعنی ما توی تیک تاک یه چیزی داریم به اسم الگوریتم زیبایی. مش چجوری اینجوری که چی رو اول اصلا زیبایی قرار میده تیک تاک؟ دماغ کوچیک، چشم بزرگ، لب بزرگ، صورت جمع، اینکه صورتت جوش و حالا تیرگی نداشته باشه و صورتت کاملا صاف باشه و تیک تاک اسمشو گذاشته الگوریتم زیبایی.
این الگوریتم زیبایی باعث چی میشه؟ این الگوریتم زیبایی باعث الگوریتم وایرالی میشه. یعنی چی؟ یعنی که اون قسمت فور یو هستا. خب شما وقتی میرید اونجا این الگوریتم زیبایی روی اون تاثیر داره. خب یعنی اگه شما کسی باشید که دماغ کوچیک، لب بزرگ، چشم بزرگ و صورت همین چیزا که گفتم داشته باشید، ویدیوتون میره توی اون، میره توی فور یو. چون چرا؟ چون توی الگوریتم های زیبایی تیک تاک رو داشتید، پس میشید چی؟ میشید الگوریتم، میری توی الگوریتم وایرال. خیلی مسخره است. پربیننده ترین ویدیوی تیک تاک چی بوده؟ یکی از پربیننده ترین ویدیوی بلا داره چی کار میکنه؟ آقا من خودم میکنم، من بلا رو دوست دارم. ولی اصلا من خودم هم برشت همین ویدیو توی تیک تاک شناختمش، که اصلا بعد رفت توی اینستا و کلی از پیجای دیگه هم گذاشتنش و معروف شد. به نظرتون چرا اینقدر یه ویدیو که فقط طرف داره توش سر تکون میده و باید اینقدر ویدیو بخوره، اینقدر لایک بخوره؟ داشت کاملا روبروی دوربین بود اگه دقت کنید، و تیک تاک تشخیص داده که تمام اون الگوریتم زیبایی یا اون معیارهای زیبایی تیک تاک رو داره، و برای همین، برای بیشتر قشنگ، برای همین رفته توی الگوریتم وایرال. به همین سادگی، به همین سادگی. یا اصلا الیسن، چارلی، خیلی های دیگه که خیلی توی فور یو میان. چرا؟ چون الگوریتم زیبایی رو، یعنی معیارهای زیبایی رو دارن، و برای همین میان توی الگوریتم وایرال. حتی یکی از دنس های چارلی که چارلی خیلی به خاطرش معروف شد و گفت که این دنس خودمه، این دنس خودش نبوده، این دنس یه دختر دیگه بوده به اسم جولیا هارمن، که این دختر این چالش رو ساخته بوده و اصلا دختر وایرال نشد. چرا؟ چون جزو معیارهای زیبایی تیک تاک نبوده. چارلی این ویدیو رو دیده و این ویدیو رو که پیدا کرده به نام خودش ثبتش کرده، چون اصلا کسی این ویدیو رو ندیده بوده، کسی این نو دنس رو ندیده بوده، این اومده نام خودش گفت و بعد چی اومد توی وایرال. چرا؟ چون توی معیارهای زیبایی بوده. یارا از کجا به وجود اومده؟ طی این سالهایی که برمیگرده به مورد اول، طی هایی که تیک تاک به وجود داشته، این چالش های زیبایی بود، اما اونا که بودن ها، خب بر اساس اینها تیک تاک معیار زیبایی و الگوریتم زیباییش رو قرار داده. یعنی مردم اومدن، این یوزرها اومدن چالش هایی رو درست کردن به اسم چالش زیبایی، که درصد جذابیت آدم ها رو توش نشون میده، و بعد بر اساس این چی شده؟ طی سالها که این چالش های مختلف درست شدن، تیک تاک اومده معیار زیبایی قرار داده، الگوریتم زیبایی درست کرده، چون یوزرها اومدن چالش های زیبایی درست کردن. به همین سادگی و به همین زیبایی. آره، سراغ بحث بعدی. موضوع دوم اینستا است. عکسی که توی اینستا گذاشته میشه، پست هایی که توی اینستا گذاشته میشه، مردم از بهترین زمان خودشون، بهترین قیافه خودشون گذاشتن. این به کنار، استا تو میتونی با، یعنی توی دنیای الان، خب اصلا توی اینستا همه عکسایی که پست میشه همه با ادیتر، یعنی قشنگ میشه گفت 99% با ادیتر، یعنی و کسی نمیاد خیلی خود واقعیشو بذاره. حتی وقتی طرف استوری میذاره، طرف داره با فیلتر میذاره. حالا من فیلتر رو بعد موضوع دوم از اینستا، زیر بخش دوم اینستا توضیح میدم. پست های اینستا توی دنیای امروزی، ادیت انقدر پیشرفته شده که تو میتونی با یه کلیک همه چی رو تغییر بدی. تو میتونی با یه کلیک صورتتو لاغر کنی، دماغتو کوچیک کنی، هیکلتو اینجوری کنی، خودتو حتی قدتو بلندتر کنی. حتی الان مثلا میگیم ویدیوها، توی ویدیوها کلی اپ، حتی توی ویدیو میتونی چشتو بزرگ کنی، صورتتو صاف کنی، هیکلتو فلان کنی، مواتو پرتر کنی. هر چیزی امکان پذیره با یک کلیک فقط. و آره، پس کسایی که میان توی اینستا
عکس ویدیو میذارن اینا هم بیشترشون با ادیت گذاشتن، این عکس‌ها رو میذارن خود واقعیشون نیستن، پر ادیته. یا فیلتر، بحث دوم فیلتر، این استا فیلتر داره که اونم باز میاد توی هر فیلتری متفاوته. فیلترهای مفکرشو نمیگم، فیلترهای خوشگلشو میگم، فیلتری که همه استوریاتو با فیلتر میذاری، بعد چی میشه؟ تو به اون قیافه ای که توی اون فیلتر داری عادت میکنی، تو میای به اون قیافه عادت میکنی، تو فکر میکنی این خودت با فیلتر قشنگی، به خودت میگی من چرا اینجوری نیستم. و وقتی که تو دیگه به اون شخص با فیلتر، یعنی به خودت با فیلتر عادت کنی، نمیتونی خود واقعی تو که جلوی آینه میبینی باور کنی، یعنی قبول کنی، نمیتونی بگی که من خوشگلم، نمیتونی حتی اصلا خودتو قبول کنی، نمیتونی قبول کنی که این قیافه واقعیته، یا اصلا هیچ وقت اعتماد به نفسشو به دست، اعتماد به نفس کامل ناقص میشه و دیگه هیچ وقت اون اعتماد به نفسو به دست نمیاری که یه دونه ویدیو یا استوری بدون فیلتر از خودت بذاری. و این اتفاقیه که میافته. این چیزای سوشال مدیاش بود که دوست داشتم با شما در میون بذارم. آره میدونم خیلی صحبت کردم و امیدوارم که وسط سر نرفته باشه. فقط خواستم درباره این بهتون بگم و بگم که چرا بیشتر نوجوانا احساس میکنیم که زشتیم. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده باشه، اگه ویدیومو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، برام کامنت بنویسید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. فعلا خداحافظ. فعلا خداحافظ.